دوستان سلام، امروز 16 آذر هستش، روز دانشجو. اما سه روز گذشته در بسیاری از شهرهای ایران، صدها شهر ایران، به فراخوان احزاب سیاسی اعصاب عمومی سراسری بود و امروز 16 آذر در ادامه سه ماه اعتراض و مبارزه مردم فاخاسته ایران علیه یکی از جانی ترین و وحشی ترین حکومت های تاریخ بشر یعنی جمهوری اسلامی، امروز هم باز هم بسیاری از شهرهای ایران و دانشگاه ها جای تجمع و اعتراض و مبارزه دانشجویان و مردم آزادی خواه علیه حکومت ضد زن اسلامی بود. عثمان محمدی از فعالین قوم و از پیشمرگان سابق، چند کلمه با شما صحبت می‌کنم. عثمان محمدی، لطفاً تشریف ببرید. به هر حال بعضی مذارت من هر وقت ارزم کردم به کردی قصد کم چه خواهی تیلی را لسر روشی یعنی من بای حتی نمرو بای که رز روشی شازه آذر همزمان لگل خلقی ناوی ایران که امرو لهمو شقامو خیابانکان شارکان حتونه داره و یادواری روشه کن کردو که لو روشه دا رژیمی پیشوی ایران تعدادی که لآزادگان تعدادی که لانسانهای شورجیر و کمونیست فقط به جرمی اوی کوانا آزادی خواست بونو دعوای آزادی و دعوای سربستی زیادتر و دعوای مافی یکسانی با انسانکان اینده که قتل عامیان کرده با امید یه وی که روژک بید همو انسانکان برابر بجود لا هر رگز و هر رنگ و هر لباسک وگ انسان حق و حقوقی توانن بو به دست و بیوش شنده کره نیروهای شورجیر و انقلابی ده به صفی خواهن زیادتر متحد کن و بتوانن او دنیای وجود بینن. طبیعتاً این انقلاب هنوز گام های اساسی دیگه رو باید پشت سر بگذاره، باید اعتصاب ها و اعتراض ها گسترده تر بشه، از صدها نفر و هزاران نفر به ده ها و صدها هزار و حتی میلیونی برسه. اعتصابات کارگری در نقاط کلیدی باید همزمان هم اعتراض و هم اعتصاب هم همگانی و هم سراسری بشه و کم کم مردم منطقه یک نقطه اساسی این هستش که جامعه ایران، مردم ایران و حتی رژیم ایران به سه ماه پیش بر نخواهند گشت. الان نزدیک 13-12 هفته است، نزدیک سه ماه است، مردم به خیابان اومدن و انقلاب زن زندگی آزادی را رقم زدن و این انقلاب میره دیگه، سر بازی استادن نداره، روز به روز عمیق‌تر، روز به روز رادیکال‌تر و روز به روز توده‌ای‌تر میشه و میره که یک بار برای همیشه رژیم قرون وسطایی عقب مانده خرافی، رژیمی که برای مردم ایران زندان، شکنجه، اعدام، فقر، فحشا و اعتیاد آورد را یک بار برای همیشه به گورستان تاریخ بسپاره. آه ایران! آه ایران!